individuals or families who've lost a loved one really need somewhere to go. And in most instances, they have no one else to go to for help. We take pride in taking those cases because no matter how wealthy the corporation, no matter how big the insurance company, no matter how many lawyers the defense hires, we will make sure that we do everything it takes to protect individuals and families who otherwise wouldn't have the ability to go up against multi-million-dollar, multi-billion-dollar corporations. Our goal is really to even the playing field. You have a team of attorneys representing you from many different backgrounds, recognized nationally, who have been published, who have won awards based upon results. And that's what you get with Brooklyn results. حرف من با همه حرفا کمی فرق میکنه، نمیگم برتره اما صحبت از شرق میکنه، صحبت از خانه ایران و سرای شیران، که از بلا دور بماند در پناه یزدان، سرزمینی که دل آدماشون غرق صفاست، آب و خاکی که سراسر همه افتخار ماست. ایران چمن، دشت و بیابان همه گل، شور و مستی به سر از بانگ هزاران بلبل. ایران 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 ایران. سلام عزیزان، خیلی خوشحالم که باز شنبه شد که این سعادت داشته باشم در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه رو باز با نام خدا شروع میکنیم و دیاکو عزیزم طبق معمول سکاندار کشتی عشق ماست. باز این برنامه از طریق اسکایپ برای شما پخش میشه و امیدوارم که به اصطلاح به مشکل برخورد نکنیم، بتونیم در خدمتون باشیم. خب از اینجا یه سلام بلند بالایی به آقای شهرام همایون عزیزم، آقای باقری عزیز، آقای جورج عزیز و آقای عباس پهلوان عزیزم دارم و همه عزیزانی که در کانال یک زحمت میکشن و کار میکنن. امیدوارم که همیشه خوش و خورم باشن. همه بنده و این برنامه محبت دارن، ازشون ممنونم. خب این برنامه رو دو تا پسرای من دکتر رضا و دکتر کوروش ترک‌زاده وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا با شماره تلفن رایگان 888-222-8286 به شما تقدیم میکنن. هر امری عوامری داشته باشین در سراسر امریکا میتونن جواب تلفنتون رو بدن و سوالی اگه داشته باشین در خدمتون هستن که جواب بدن. در هر صورت این برنامه رو این عزیزای بنده به شما به اصطلاح اسپانسر این برنامه هست. خب بازم خبرهای خوشی نمیاد از به اصطلاح خبر میانه. خب بمب تمام جا کشت و کشتار، یک جهنم واقعی جلوی چشم دنیا اونجا به ظاهر شده در خاورمیانه. اسرائیل با فلسطین، چه میدونم سوریه با خودشون و در تمام جا کشت و کشتار بی نهایت و متاسفانه هیچ عدالتی هم در کار نیست، هیچ عدالتی در کار نیست. و گفتم بچه و زن، کوچیک بزرگ در یک آن ناپدید میشن، به هوا میرن، خاک میشن. خب این نمیدونم، دور از عدالت، دور از همه این چیزا که فقط به خاطر روی قدرت موندن این همه کشت و کشتار بشه. و هر کدوم از اینا خودش به اصطلاح از یه طریقی خودش چیز میدونه، میگه که ما به اصطلاح حق داریم که این کارو بکنیم. نه، هیچ کدومتون، کسی که دست به اسلحه میبره حقی درش وجود نداره. اینو دیگه میگن ظلم، اینو دیگه میگن زور. کسی که با زور اسلحه
با به اصطلاح اچاپ کردن به مردم بخواد سر کار باشه، فقط به خاطر اینکه این چند سبایی که زنده است بتونه ظلم بکنه، ظلم بکنه. بعدش هم هیچ، بدون هیچ چیز تشریف میبرن میرن پی کارشون. خیلی بزرگا از بین رفتن، تاریخ بخونید ببینید چه کسایی که از اینا بزرگتر بودن، اصلا خدا رو بنده نبودن. خب یا به دست ملتشون نابود شدن یا در هر صورت خب مردن رفته پی کارش، صدمه خودش به جامعه زده و رفته. خب کاری که آقای خمینی کرد، آقای خمینی فقط اومد که مملکت آباد ایران از ثبات و از آرامش در بیاره و به یک مملکت بدبخت بیچاره در حد چه میدونم بنگلادش و اینا مقایسه میشه. اون موقع در زمان شاه خب ما مملکتمون با اروپا و امریکا و ژاپن و اینا مقایسه میکردن. حالا دیگه رفتیم به خب سراشیمی و با بنگلادش و چه میدونم اون چیزای افریقایی که نون ندارن بخورن. چرا؟ چون مملکت درش درستی نیست، راستی نیست. مملکتی شده که عرض کردم چند نفر مال 3% از مردم یا 5% از مردم، حق 95% مردم دارن میخورن، اچاف میکنن. خب در ایران هم این ظلم هست. حالا در صورت اومدیم تو همه این چیزا هم قاطی شد. چه میدونم در سوریه بردن نفرات فرستادن، در عراق نفرات فرستادن، نمیدونم چرا ما کاسه از آش داغ‌تری، نمیدونم چرا دست از سر اینا بر نمیداریم. اینا یک مش آدمایی هستن با خودشون یک اختلاف دیرینه ای دارن که به این زودی هم به اصطلاح به آشتی نمیرسه و ما این وسط اومدیم خودمون علم کردیم. فکر نمی کنم به جای خوبی برسیم. در هر صورت اینم وضع اونجا در خاورمیانه که اصلا آتش آتش، هواپیمای بلند میشه بیچاره از آمستردام بره جای دیگه پرواز بکنه بره به یک کشور دیگه، از روی این اوکراین رد میشده. و این حالا اوکراینیا میگن روسیا زدن، روسیا میگن اوکراینیا زدن، در هر صورت هر کی زده زده. اون بالا 290 چند نفر پودر شدن آدم های بیگناه، هواپیمایی که اصلا کاری به کاری کسی نداره. چرا در 35,000 پایی برای از یه جایی عبور میکنه؟ اینه وقتی دنیا با آتش بخواد کشیده بشه این صورت میشه، وقتی دنیا رو بخوام جهنم بکنن اینطور میشه. در هر صورت خدا به خیر بگذاریم. در این شلم شوروا شما نگاه بکنیم ببینید چقدر دزدی های کلانی شد در ایران که یکیشون رو گرفتن اعدام کردن، حالا بقیهشون آزاده، حالا معلوم نیست پولا رو چیکار کردن. قسمت شده بین آقایون، بین به اصطلاح آخوندا و اینایی که سرکارن، اینا خودشون صاحب مملکت میدونن. این آقایونی که هستن که همین یه تعداد معدودی هم هستن، یا این میشه وزیر کار، اون میشه وزیر بهداری، اون میشه وزیر، همینطور تاب میخوره، یکیشون میشه رئیس جمهور، همینطور این مثلا این سرکل بین خودشون، این قدرت بین خودشون تاب میخوره. و هر کی هم میاد نگاه میکنه میبینه خب یه زمانی بچهای آقای رفسنجانی، خود آقای رفسنجانی خب میلیون میلیون میدزدیدن، مثلا خیلی هنرمندان 300 400 میلیون مثلا میدزدیدن. دیدن یه نفر اومد 3000 میلیارد تومان دزدید، خب اون یکی بهش برخورد رفت 85,000 میلیارد دزدید. ببینین سر این جنگه، سر اینه، سر اموال شما، سر مال شما. مملکتیه که مال مفت، نفت مفت در اونجا داره و اینا دارن خب عوضی مملکت به یک بهشتی تبدیل بکنن. خب ببینید اون وقت میان برای اینکه سرپوش بذارن روی دزدیاشون بند میکنن به مردم، آقا چرا موتون بیرونه، چرا نمیدونم در روزه اومدین اونجا، اینطور سخت میگیرن به شما که اون اصلی، اون اصل کاری که اینا دزدی ایناست اون سر جاش بمونه. همه فراموش میکنن، همه میترسن میرن تو خونه هاشون، ولی اونا کار خودشون انجام میدن و به شما میخندن که چون گفتن آقا موتون بیرونه یا نمیدونم
فلان خیلی محبت کردن. در هر صورت یک داستانی براتون بخونم که آقای هاشمی رفسنجانی میگه در پی گاز گرفتن دست دختران میر حسین موسوی، رفسنجانی در محکومیت این عمل خاطره از امام خمینی بیان کردن. امام خمینی مهربان و امام دوازدهم یا سیزدهم هر چقدر، حالا ببینید چقدر مهربان این آقای خمینی. هاشمی رفسنجانی: روزی با شهید لاجوردی در محضر امام بودیم. شهید لاجوردی گفت دیشب چند دختر باکره در زندان اوین که قرار بود اعدام شوند را به عقد برادران پاسدار درآوردیم تا پس از رفع بکارت اعدام شوند. یعنی موقعی که نذارن باکره از این دنیا برن، بهشون تجاوز بکنن، بکارتشون بردارن، بعد برن اعدام کنن. یکی از این دخترها خیلی مقاومت شدید میکرد و چنگ به صورت برادری که به او محرم شده بود انداخت و آن برادر هم دستش را گاز گرفت. و دختره رو بهش میخواست تجاوز کنه، دختره نمیذاشت، اینم دست دختره گاز میگیره، کار نده. امام در حالی که پارچه بنفشی روی پاهایش بود و به رادیوهای خارجی گوش میکرد و از شعار مرگ بر امریکا نیز آزرده خاطر بود، فرمودند لیکن گاز گرفتن دست در اسلام حرام است چون عادت سگان میباشد و سگ در اسلام نجس است. از این پس دختران را دست بسته تحویل برادران دهید تا دیگر شاهد فعل حرام در زندانهای عدل اسلامی نباشید. آن برادر را نیز بگویید دیه گاز گرفتن آن دختر اعدامی را بره بده به خانوادهش. امام خمینی واقعا روحیه لطیفی داشت و حاضر به پایمال شدن حق کسی، حتی یک زندانی اعدامی و مهار با خدا نبود. این سخنان را آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی در این مورد مرکز نشر آثار امام قرار گرفته. یعنی اینا رو گفته اون کسی که این به اصطلاح سخنان این آقای امام راحلتون، امام کذابتون، امام جنایتکارتون که دختران این اگر برای دختر آقای خمینی میشد یا دختر آقای خامنه‌ای میشد برن اینطوری، آیا خوشتون میومد که برن دخترای باکرتون رو بهشون تجاوز بکنن بعدش هم اعدامش بکنن؟ این چه عدلیه؟ کدوم عدل انسانی؟ کدوم خدا گفته؟ خب بعدش هم میگه چقدر امام راحل چقدر آدم لطیف و فلان. بله. خب رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جامعه کشور گفته در سال گذشته بیش از 270 میلیارد تومان زکات جمع آوری شده. ببینین دست از این مردم بیچاره در فشار، در این همه ظلمی که میشه، این همه اموالشون به غارت میبرین، نون ندارن بخورن، بازن با فشار ازشون زکات میگیرین که شده 270 میلیارد تومان. گفته ما ظرفیت کشور تا 1000 میلیارد تومن هم جا داره، یعنی 4 برابر اینم ما در نظرمونه که از مردم بگیریم. خب چی بگی آدم؟ زور دارن بالای سرتونه، حقتونه، نمیخواییم بگیریم، اینطور بهتون فشار میارن که نخواییم چیزی ازشون. خب از وجودتون که یه عکسی نشون بدیم دیاکو جان. ببینین میرن مردمی که ساده دل میرن نگاه کنین، این یکی رفتن مسجد کفششون بستن، به کجا بستن؟ به این مثل سیم باکسر که چرخامونو میبستیم، اینا میرن کفششون. خب این شخصی که میره اونجا نماز میخونه تو مسجد، کجا دیگه فکرش میتونه از این کفشش خارج بشه تا به فکر خدا باشه در اونجا؟ خب این که همه فکرش به این کفششه که ندوزن این دمپایشه. خب ببینین ما به کجا سقوط کردیم. مملکتی که خانه ای که میگیم اونجا خانه خداست، میرین اونجا نماز بخونین، کفشا رو برمیدارن میبرن. خب ببینین اینه. خب یک
در قبل از حدود سال 73-74 یه خبرنگار امریکایی اومد در ایران و با محمد رضا شاه پهلوی مصاحبه کرد. در یک قسمتی این گزارشگر میگه که این گلفی که شما میگین خلیج فارس ولی اونا میگن خلیج عربی، شاه چه جوابی به این خبرنگار خارجی میده، خبرنگار امریکایی میده؟ تو دهنی که به این میزنه، چون به انگلیسی میگن، البته زیرنویس هست، میگه مگه تو درس نخوندی؟ مگه نرفتی مدرسه؟ خبرنگار خارجی میگه چرا؟ میگه وقتی تو میرفتی مدرسه، در اون زمانی که میرفتی مدرسه، به این خلیج چی میگفتن؟ میگه Persian Gulf. میگه پس چرا تو حالا قائمش میکنی؟ میگه آخه عربا میگن. میگه خب عربا دهنشون خیلی گشاده، هرچی میخوان میگن. گوش بکنیم، خواهش میکنم، به مصاحبه 30 ثانیه است. The Gulf that you call Persian and they call Arabian. Why do you call it Gulf? You have been to school, haven't you? Yes. What was the name that you have read during your school days? Persian Gulf. All right. But they do call it Arabian Gulf. Well, they can do many things. خب ما این شخص از مملکت گفتیم بره بیرون که دیو بیاد گیس گلابتون از مملکتی که این همه آزادی، این همه رفاه، این همه چیز بود و این همه عاشق مملکتش بود، بیرون کردین که خب این آخون داره. خیلی خب از وجودتون که یک فیلمی هست که دلم میخواد اینو گوش بکنین، راجع به یک انسانیه که میره در این رستوران ها، میبینه دارن غذا میخورن، هر چی که به هر کدوم میگه به من غذا بدین من گرسنمه، هیچ کدوم از اینا که توی رستوران نشسته بودن و میتونستن غذا به اصطلاح برای این بگیرن، همه بهشون جواب منفی میدن، بهش غذا نمیدن. این یکی از دوستاش وامی داره که بره یه ساندویچ بده به یک فقیر، یک گدا که نشسته بوده بیرون، و اون رفیقه وقتی میره به این ساندویچ میده، یه چند دقیقه بعدش این که رفته بوده در رستوران ها و تقاضای چیز کرده بوده میاد به این گدا میگه که من گرسنمه، تو غذا داری؟ میاد نصف همون ساندویچی که دوست این آورده بوده نصف میکنه و با این شریک میشه. گوش نگاه بکنی یه خود لیاکو جان، این اگر من میگو بہت تیز بھوک لگ رہی ہے تھوڑا سا کھانے کے لیے دے سکتا ہوں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، थोड़ा सा आप खाने के लिए दे सकते हैं? मेरे को बहुत भूख लग रही है, मेरे पास पैसे नहीं है। खाने के लिए दे सकते हो थोड़ा सा? भूख लगी है, थोड़ा सा थोड़ा सा ही लो। حالا که این دنیا سرای فانیست، حالا که هیچ کسی به فکر ما نیست، حالا که آب از سر چشم سرابه، حالا که آرزوهامون برابه، جای این که سر سوزن شک کنی بیا تا به هم دیگه کمک کنی، جای این که سر سوزن شک کنی بیا تا به هم دیگه کمک کنی، بیا ما به هم دیگه کمک کنی.
کنی. زمسکین یاد کردن چه زیبا، دلی را شاد کردن چه زیبا، اسیر بی پناه خسته تن را زبند آزاد کردن چه زیباست، اسیر بی پناه خسته تن را زبند آزاد کردن چه زیباست. حالا که این دنیا سرای فانیست، حالا که هیچ کسی به فکر ما نیست، حالا که آب از سر چشم سرابه، حالا که آرزوهامون درابه، جای این که بله اینم کمک بود که امیدوارم خوشتون. ما دو هفته پیش یا سه هفته پیش یکی از این چرندیات یکی از این آخوندا که مزخرفات میگن و جایی که از حضرت محمد به طور به اصطلاح خوب یاد بکنن، خب به اصطلاح تبلیغ منفی میکنن و این کارهایی که میکنن اینا فکر میکنن پخش نمیشه. نخه، همونطور که من میبینم شاید چندین میلیون نفر هم این فیلمو دیده و چند دفعه خواستن که این جریان به اصطلاح که حضرت محمد گفته هر موقع مرد اراده بکنه باید زن آماده باشه که خدمت کنه بشو در و برسه به مرد، حتی رو شطور هم شده اگر مرد تمنای زن کرد باید بدو زن هرچه بذار زمین، بچه دستشه، آب دستشه، بندازه بدو بده که آقا یه دفعه به قباش بر نخوره. حالا ببینید در چقدر به شما توهین میشه، چقدر به زنای ایران توهین میشه، چقدر به زنای دنیا توهین میشه. از زن یک بازیچه به دست مردم دادن. خواهش میکنم به چرندیات این نمیدونم اسم انسان روش نمیتونم بذارم گوش بکنید ببینید چه چرندیاتی میگه. نگفتیم تا حالا، من تو تلویزیونم خیلی مبهم گفتم این روایت که برای شما میخوام بگم، ولی رک میخوام بگم چون ما دیگه باید بحث ما با تلویزیون فرق بکنه دیگه. امشب جلسه ما اجرای تخصصی تره، خط قرمزا رو میخوایم بشکنیم، مجبوریم، چاره ای نداریم مقداری. لذا دین اسلام، رسول بزرگوار اسلام که خودشون چقدر درس میدادن تو این قضیه مسائل جنسی و خودشون چقدر عامل بودن حرفایی که میزدن عمل میکردن. علمای ما، بزرگان ما عامل بودن، سعی میکردن نکاتی رو که دین بهشون یاد داده عمل بکنن. رسول بزرگوار اسلام فرمودن اگر مرد خانم مسلمون ابراز نیاز کرد روایته حتی روی شطر به او جواب بده. بنده در تلویزیون عرض کردم که ما روایت داریم، فرمودن در هر موقعیت زمانی و مکانی، میگفتیم رو شطر که شیشه تلویزیون میشکوندن، ولی اینجا راحت تریم دیگه. آقای واعظ موسوی از ایتالیا هم اجازه بدید ما راحت تر باشیم. رو شطور، خب بله البته الان شطور تو خیابونای مشهده، خب نه آلازانتیا ماکسیما آقا پراید نداری، پراید که داری فولکس. واقعیته، میدونی چرا خانم ها همون داستانه؟ آخه بابا این شطور، خب بابا میریم بعد توی مثلا خونمون، آخه میریم به موقعیت مناسب، خب داستان همینه دیگه، داستانیه که این آقا الان احساس نیاز داره. خب این چرندیات رو گوش دادیم، ببینید چقدر توهین میشه. بازم همینطور سرتون رو بندازین زیر و حرفی نزنین، انبارتون رو میبرن، به ناموستون توهین میکنن و باز همینطور هیچ حقتون هم که میخورن. خب شاید اینطور دوستش. خب برای اختمام به قول معروف این چیز، من میخوام یک دیاکو عزیزم، اون یه آقای مربی هست، مربی این کشورهای عربی که ما چسبیدیم بهشون، دلمون میخواد ما پیش رو به اصطلاح دنبال رو اونا باشیم، اونا پیش رو ما باشن، اونا سرور ما باشن. ما آخه ایرانی ها به اصطلاح جز
انسان‌های پست دنیا هستیم و اعراب در رأس قرار گرفتن. ببینین یکی از این تیمای فوتبال عربی یه به اصطلاح یه مربی داره، ببینید چقدر متمدن رفتار میکنه، چقدر با رفت و خوشرویی. ببینید چطور در یه بازی رسمی فوتبال ببینید چی کار میکنن. نگاه. لا 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 يا جماعه، آه لا لا لا، ولا اروع ولا احلى ولا اجمل من هالنطحه. انطحه رقم 10 نطح اللاعب المحترف لفريق السكري. مش الفريق يلحق اللاعب، طبعا من حقه يلحقه لان هذا لاعب محترف قاطين عليه فلوس، والحكم ايضا كارت الاحمر، ويقول حق المشرف انا راح اطرده، والمشرف يركض في الملعب. ما ادري كنا ملعب ومو ما حد قاعد. خیلی خوب، این اینا خیلی متمدن. خیلی خوب، کار نداری عزیزان. یاکو جان اگر تلفن داریم، تلفن به اصطلاح استودیو 818-477-1717. اگر کسی به یک نرس، یک خانم نرس که در این کلینیکا بخواد کار بکنه احتیاج داره، یک خانم محترمی احتیاج به کمک دارند و به اصطلاح در این کلینیکای لس آنجلس یا گلندل یا به اصطلاح اطراف اگر به یک کلینیکی احتیاج به یک خانم به اصطلاح نرس دارن، خانم محترمی حاضر به کار هستن. امید یادتون میاد که کلیهش احتیاج داره، باید بره بیمارستانی در کراچی در پاکستان. یه مقدار پول جمع شد، یه خانم محترمی هم لطف کردن از آلمان تماس گرفتن و یه مقداری کمک کردن به امید. در هر صورت اگه کسی در پاکستان در کراچی میتونه این امید رو ببره اونجا، دو تا کلیهش از کار افتاده، یه جور تماس بگیر با من بتونم شماره تلفن‌ها رو رد و بدل کنم، ازتون ممنون میشم. تلفن جواب میدیم. فرخ حسن بفرمایید. الو. الو. جانم. جانم. آقا فرخ سلامش کردم. آرمان هستم. خب قربونت برم آرمان جان، خوب هستی عزیزم؟ مرسی، متشکرم. شنیدم قربان برام گفتید. خیلی خوب، خیلی خوب عزیزانم. در صورت اگر کسی احتیاج داره به یک به اصطلاح خانم نرس، حتما تماس بگیرین که من تلفن حتما بدم در خدمت. مرسی آرمان جان، مرسی عزیزم. خب از بزرگتون که پس اگه کسی میتونه به امید که دو تا کلیهش از کار افتاده در ایران، مثل این که خیلی قیمت ها بالاست، ولی مثل که در کراچی، خب من اونجا هم نمیدونم، در کراچی و پاکستان هم خب آدم های کلاهبردار زیاد هستن، در همه دنیا هست، نه در همه امریکا هم هست، فکر نکنید فقط من دارم راجع به اون منطقه میگم، نه در همه دنیا آدم بده نگاه نمی کنه که آقا یکی مثلا در حال مرگه فقط میخواد پولا رو بدزده و بره. باید خیلی حواستون باشه. در هر صورت از بزرگتون که اگه کسی از خانم مرسده حکیمی که در انستیتو مریم خیابان فرانسه، در خیابان فرانسه اطلاع داره، سالها پیش در انستیتو مریم بودن، به اصطلاح اگه خبر داره بفرمایید. همچنین اگه کسی از خانم نیلوفر که یه دختر خانم به نام سلماز داره و شوهرشون هم یه جواهر فروشی داشتن در تبریز، اطلاعی داره بار تو جریان بذارن. فرخ حسن بفرمایید. الو جانم. بفرمایید، خواهش میکنم خانم. شما آقای فرخ هستین؟ من فرخ هستم. جانم هم بفرمایید. حالتون خوبه؟ ببخشید من چون همین الان تلویزیون رو روشن کردم برنامه‌تون رو دیدم. جانم یه سوال داشتم. من میخوام ببینم که اگر دو تا برادرزاده دارم تو ایران، اینا فارغ التحصیلن، لیسانس دارن، میخوام ببینم بهترین راه، ارزون ترین راه، بهترین راه، مطمئن ترین راه که این دو تا برادرزاده که هم پدر و هم مادر از دست دادن چجوری میتونن وارد آمریکا بشن. ممنون میشم اگر به من. شما لطف بفرمایید شمارتون رو بذارین. شما باید با یه وکیل ایمیگریشن صحبت بکنید، یه وکیلی که بتونه کارهای ایمیگریشن انجام بده و در همه امریکا هم باشه. شما باید تماس با یه وکیل ایمیگریشن صحبت بکنین. خیلی آمدن اونجا و عرض کردن، یه قول و قرارای دادن، یه پولایی زدن به جیب و به جیبشون هیچ کاری نکردن. بهترین راه اینه که با یه وکیلی که در همین امریکا هست تماس بگیرین
اگر شمارتون رو بذارید من حتما میگم، اگر پسرام میدونن وکیل، حتما میدونن وکیل امیگریشن خوب، حتما به شما معرفی میکنه. خیلی ممنون. من کجا شمارم رو بذارم؟ الان دیاکو عزیزم ازتون میگیره. گوشی خدمتون باشه. دیاکو جان. باز خط داریم؟ الو؟ الو آقای فرخ با منی؟ بفرمی خواهش بکنم جانم. درود بر شما، خسته نباشید. قربونتون برم جان دل. آقای فرخ من یه خواهشی از شما دارم. یه خانم از اقوام ارمنی حدود 40 سال پیش، اسمش آنجل ماتووسیان. آنجل ماتووسیان. آنجل ماتووسیان یا ماتووسیان. ایشون با یه آقای مسلمان ازدواج میکنن، بعد میرن اطراف تهران. عمه هاش الان در آمریکا نزدیکای گلندل دنبالش میگردن. اگه هر کسی از ایران یا از اینجا خبری از آنجل ماتووسیان دارن، من فامیل همسرشون رو نمیدونم که بگم فامیل همسرشون چیه. ایشون الان مثلا حدود 60 خورده ای سالشون باید باشه. اینو لطف کنن، من شمارم رو میذارم پشت خط، زنگ بزنن. اسم عمه هاش نینا و واروار هست. چی؟ نینا و واروار دنبال آنجل ماتووسیان میگردن. بله، عمه هاش چی هست؟ نینا، خانوم نینا. نینا و واروار. وارواز. خیلی خوب. خانواده آنجل ماتووسیان به دنبالش میگردن. فکر میکنن آنجل ماتووسیان در ایران باشه، با ازدواج کرده با یک آقایی یا رفتن ایران. اگر کسی از خانم آنجل ماتووسیان اطلاعی داره ما رو تو جریان بذاره که ما خانواده به دنبالش میگردن. خواهش میکنم شماره تلفنتونه برای دیاکو عزیزم بذارید. سپاسگزارم از شما. قربونتون برم. الو. الو. آقای فرخ. آقا جان. آقای فرخ من حسام هستم. دفعه شاید سوم چهارم باشه مزاحم شما میشم. نه عزیزم، از آریزونا. نه بله جانم، جانم حساب جان از فینیکس آریزونا. قربان خارج از نمیدونم موضوع، من تلفنمو خیلی وقته که صداشو قطع کردم که پیجواک پیدا نکنه. نمیدونم موضوع چیه ولی خواستم که به شما یه چیزی بگم در مورد آقای حضرت محمد مقدس. نه 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 حسام جان، جان حسام جان ازت تمنا میکنم، تمنا میکنم کوچکترین اهانتی. نه اهانت نیست، به خدا اهانت نیست. نه نه تمنا میکنم، چون مستقیم اگه شما بخواید توهین بکنید به اصلا فرق نمیکنه، یا محمد یا حضرت محمد یا حضرت عیسی یا حضرت موسی، اینا همه برای خودشون. ببینیم ما اهانت کنم؟ اهانت چیه جانم بگو. میخواستم یه چیزی به شما بگم. اصلا یعنی چی اهانت چیه؟ ببینم چشم، من ایرانی هستم، آریایی هستم، اهانت میکنیم ما جانم؟ ببینم، میگن که خداوند الله دیدنی نیست، خب اینو که میدونیم دیگه. بعد میگن که جبرئیل اومد پایین و حضرت محمد رو با اسب برد بالا، رفتن الله رو به قول معروف نگاه کنن و با الله صحبت کنن. این تو قرآنه. خب الله که دیدنی نیست، چجوری جبرئیل اومد با اسبش با استرش اومد پایین، محمد رو برد بالا و ایشون یعنی دوتاییشون رفتن در زدن؟ تو قرآنه بابا چون تیگه حسام جان، حسام جان اینا باید یه زنگ بزنی به یکی از این آیت الله تا برای توضیح بده. من به خدا نمیدونم منو. اینا منو فوش میدن. خب من نمیدونم، من اگر یه چیزی بگم اشتباه به تو گفتم، ولی چیزی که من میدونم این اینا که اومدن اینا دارن دین یا حضرت محمد یا هر کسی، بنده خودم مسلمان هستم و اعتقادم دارم خیلی هم سفت و سخت، ولی با این عقیده به کلن من جدا هستم. من قبول نمی کنم این چرندیاتی که این آقایون دارن میگن. اینا فقط یه دکون باز کردن اونجا که بتونن سر مردم شیره بمالن، مردم تو ترس و وحشت نگه دارن که بتونن جیب خودشون رو پر بکنن. و الا به نظر بنده اون خدایی که همه ما رو آفریده
بنده را آفریده، جناب عالی را آفریده، آقای اوباما را آفریده، نمیدونم خانم تارچر آفریده، آقای چه میدونم آقای خامنه ای را آفریده، بنده اون خدایی که همه ما را آفریده همه ما رو به یه چشم نگاه میکنه، یه خدای رحیمیه. و الا اگر خدایی که اینا دارن چیز میکنن، پس چرا ما به وجود بیایم که اینقدر رو سرمون ظلم و بدبختی باشه؟ بنده نظرم اینه. ولی راجع به این سوال جناب عالی، حالا یه بار دیگه زنگ بزن کمتر شاید فوش بخوری، اگر نه منم میپرسم از یکیشون، با وقت بذار ما فوشا رو بخوریم، اشکال نداره. چشم قربان شما برم من پس تا درود بعدی. بدرود، قربونت برم، مرسی عزیزم، خواهش میکنم نکنی. خب خط دیگه داریم. الو، سلام از کنم فرخ جان. ای جان منی، بروز کجایی تو؟ من ایران بودم فرخ جان، من تازه یه هفته اومدم، من خب مریض بود رفتم ایران، یه ما چه روز ایران بودم. خوبی فرخ جان؟ این بروز عزیز من باید هر موقع میاد رو خط، این عزیزای ما اینا جز این عزیزای بنده هستن در این قبیله عشق ما، هر موقع ما احتیاج به کمکی برای کسی بوده که احتیاج داشته، عرض کردم یه دفعه یکی از دارا و فسا به اصلا نمیتونست راه بره، احتیاج به این صندلی‌ها چرخدار داشت، این بهروز با دوستاش جمع شدن، روزانه بهروز با دوستاش میرن کار میکنن، یعنی روزمزدن میرن کار میکنن، دستمزد میگیرن، از این دستمزداشون جمع کردن، یک نفره که اصلا نمیشناختن در اون سر ایران در دارا، نه میشناختنش نه دیده بودنش، فقط چون اومده روی خط و به اصطلاح همونقدر که من میشناختم اونو، از اینجا پول جمع کردم براش صندلی چرخدار فرستادن. ببینید ما این برنامه ما اینه، برنامه ما اینطور دلش میخواد کمک بکنه به مردم، و یه همچی عزیزایی هم هستن که دست کمک دارن، خدا انشاءالله براشون خوب خوش باشه. قربونت برم فرخ جان، خودت خوبی، انشاءالله که همه بتونن کمک بکنن. این برنامه خوبت هم ما تماشا میکنیم، من در خدمتت هستم. قربون شکلت، مرسی، سلام برسون عزیزم، سلام برسون، قربون خدافظ، قربون شکلت. الو الو الو، جان دلم ببخشید میشه شرکت کنم تو برنامه تون جناب؟ جان دلم داری شرکت میکنی، بفرمایید صدا داره پخش میشه. جانم خواهش میکنم، لطف داره جناب، میخواستم بگم این آخوندا واقعا مارمولکن. شما نگاه کنید در 2003 اومدن در لندن و آلمان با آقای حکیم و چند تا از این چلبی و نمیدونم آقای هادی آمری و نمیدونم چند تا از این کلگندهایی که ضد صدام بودن، در تهران برنامه‌ریزی کردن، بعد اومدن لندن جلوی این سفارت‌ها رو می‌گرفتن، جلوی این اینتلیجنس سرویس‌ها رو می‌گرفتن، MI6 MI5 نمی‌دونم CIA، انقدر التماس به دست و پا افتادن، به پابوسی آقای نمی‌دونم چیز افتادن، آقای بوش بابا تو رو خدا بیا این صدام رو چیزش کن، ما نفت جنوب عراق بهت میدیم، حتی اگه شده نفت ایران هم چیش پوشی میکنه اون هم بهت میدیم، فقط بیای صدام و چی سرنگونش کن. صدام سرنگون کردن، آقای پل برنر رو آوردن، زدنت و پار کردین عراق رو، هرچی نمیدونم ارتش عراق بود و اینو منحلش کردن، ازم به خدمتتون اومدن آقای جمستیل اون جناب ای رو برداشتن که در ویتنام مشهور بود با آدم کشی، در کولومبیا مشهور بود با آدم کشی، اینو آوردن مسئول بسیار پلیس عراق کردن که آموزششون بده، ایشون هم اومد گردانهای قتل رو به وجود اومد، گردانهای آدم کشی. خب حالا نتیجه بگیریم اینا همشون نتیجه میخوام اینه بگیرم که آخون جماعت مارمولکه، اومدن اون زندان ابو قریب که یادتونه اومدن این ویکیلیکس آبروشون رو برد ویدیوهاشون رو پخش کرد، چقدر آدم کشی. من میخوام اینه بگم برای تاج تخت آخوند، برای تاج تخت ناموس که ایچی، خدا که ایچی، از همه چی میگذره، یعنی دست چرچیل و چنگیز و هیتلر و موسولینی رو همه رو از پشت بسته، آخوند آخر رزالته، آخر پستیه، آخر بی‌غیرتی و بی‌ناموسیه. خیلی ممنون، خداحافظ. باشه عزیزم. خب عرض بزرگتون که میگه آقای مرتضی خاتمی خونساری، خب حالا من ویدیوشو بعدن باش بگم دوشنبه پخش میکنم، فقط ببینین، میخوام ببینین اینا
چرندیاتی به مردم میدن که مردم از اعتقاداتی که دارن دور میکنن. آقای مرتضی خاتمی خونساری استاد اسلام شناس در برنامه تلویزیونی گفته 4 تا همسر حضرت محمد در بهشت اینا هستن: خدیجه همسر حضرت محمد، مریم مادر عیسی، خواهر موسی، یعنی حتی نمیدونه اسم خواهر موسی کیه، و همسر فرعون. حالا کدوم فرعون معلوم نیست. میگه اینا فعلا اونجا همسرای حضرت محمد هستن. ویدیوش هم دارم، نمیدونم دیوکوی عزیزم میتونه پیدا بکنه یا نه، اگر یه خورده بره پایین بعد از این آقای به اصطلاح چیز عکس یک بعد از همین فوتبال این مربی فوتبال یه آقایی که فکر میکنم چند ثانیه باشه، 29 ثانیه است. دیوکوی عزیزم میتونی اون یه آقایی که سرشون هم مو نداره و یه قرآن هم جلوشونه و داره سخن، اون اگه بتونی پیدا بکنی پخش بکنی ممنونت میشم. در هر صورت آها گوش، خواهری حضرت موسی داشتن، خیلی در تعالیم دین حضرت موسی عجیب زحمت کشیده برای مردم و اینها که اسم ایشون مطرحه. تو روایاتمون داریم که پیغمبر اسلام در بهشت زنهایی که خدا بهش میده برای ابدیت 4 تا هستن، یکی خدیجه کبرا هستش، یکیش همین حضرت مریم، یکیش زوجه فرعون هست که اون هست، و یکم مریم خواهر حضرت موسی و مریم. ببینید اینها انقدر رتبه و مقام دارن که اون قابلیت رو پیدا کردن که برای ابدیت تو بهشت پیغمبر اسلام که عالی ترین بهشته بمانن و زوجه ایشون باشن. اینا نشون گوش دادین؟ این آقا آخه تازه برگشته از رفته بوده اونجا بهش، دیده بوده این 4 تا زن حضرت محمد، این 4 تا رو گفته بوده. ببینید چه چرندیاتی به شما تحویل میدن ای مردم خوب. اینا زندگی شما دست ایناست، نذارین اینطور بشه. خب میگه مشکل ما در فهم زندگی است، مشکل ما میدونین در فهمیدن زندگی است. لذت بردن را یادمان ندادن، همیشه در انتظار پایان رسیدن روزها هستیم که زندگی همان را تشکیل میدهند. مدرسه، دانشگاه، کار، همه اینا رو میکنیم، میگیم ای کاش تمام بشه، مدرسه تمام بشه، فلان شغل بگیریم اونم تمام بشه. بعد که پیر میشیم تازه میفهمیم عمرمون به باد رفته. چرا؟ چون از روز اول ما یاد ندادن لذت ببریم از زندگی. فاروق حسن بفرمید. الو دیاکو جان، تلفن اگه داری من در خدمتون. خب وقتی آدم های کوچک رو برای خودمون بزرگ میکنی، هم اونها رو به اشتباه میندازیم هم خودمون. اومدیم درس کردن، ما همه چیزی یه دفعه میبریم میذاریم آسمون، بعدش هم میذاریم این زمین. خب نمیتونم، اینم یه مرضی مثل همین مرضی هست که این آخونده و این سرکاری هستن، میگن تا صدای زن سعی کنید صدای زن زیاد، خانم ها زیاد نمیدونم ظریف صحبت نکنید چون آدم ها حالی با حالی میشن. خانم ها مواتون نمیدونم تشعشع داره، نمیدونم را که میرین خواهش میکنم زیاد پاتونه این برامه. خب دیوانه ایم دیگه، یک جامعه مریض، یک جامعه مریض، مرض روانی سکسی داره که باش بره حل بشه که نمیتونیم تلفن رو جواب بدیم. فرخ حسن بریم، هیچ کارش هم نمیشه کرد، باید مغزمونه بدیم شستشو بدیم. فرخ حسن بفرمی. الو جانم. سلام آقا فرخ. سلام جانم، حال تو خوبه؟ خوبم، زنده خوبم جانم. سلام آفراخ، برنامه تو زنده است قبلش؟ دارین صحبت میکنین جانم؟ بله، خوبی؟ من خدمتتون خواستم هستم آفراخ، راجع به همین قضیه که الان شما فرمودین که آخونده چی میگن و چی نمیگن، من تو شرکت نفت کار میکنم. درست. تو یکی از دفترهای شرکت نفت تو تهران کار میکنم. خدمتتون هستم که ما اونجا یه پیشنمازی داریم، یه حاج آقای در حدود 74 سالشونه ایشون. بعد ایشون به مسئول دفتر ما برگشته بود تو شرکت نفت و قسمت اجرایی، گفته بود که این تایپیستتون، خدا شاهده من اینو راست میگم، خودش
حتما شنیدی بچه ها، یعنی من این که میگم دوستان من همکار من میتونم تایید کنم، زنگ بزنم تایید کنم این قضیه. بعد یه آخون برگشته بود به مسئول دفترم و گفته بود که منشیتون به تایفیستتون بگید که کفش پاشنه بلند نبوشه. متوجه ای؟ گفته بود کفش پاشنه بلند نبوشه باعث میشه که من حواسم پرت بشه و بله خب اینا همه حواسشون پرت هست، اینا همش حواسشون برای همین چیزها هستن کار میکنه، برای چیز دیگه چیزی از اینا بر نمیاد. بله منحرفن بارکلا. مرسی عزیزم، مرسی عزیزم، خیلی ممنون. ما استفاده کنیم واقعا از صحبت نا فردا. قربونت برم، قربونت برم، دست درد نکنه. سلامت باشید، ان شاءالله که موفق باشید، هم خودتون هم پسرتون. خدا نگهدار. قربونت برم. خیلی. یه کاری از آقای منصور تهرانی ترانهش گفته به نام خواب خوش و آهنگش از خود بنده است با تنظیم از شاهین یوسف زمانی. اینو گوش بکنین ببینید حرف چقدر حرف قشنگی زده میشه در این خواب خوش. تمام چیزامون در رویا بردن، در رویا در خواب تمام خوشیامون رو دزدیدن بردن، حالا تو خوابم نمیتونیم ببینیمش، در خوابم دستمون به اون به اصطلاح روزای زیبا نمیرسه. گوش بکنیم خواهش بکنیم. خواب نبود حقیقی بود، ستاره هاش رودخونه هاش سراب نبود، عاطفه ها تبخ تبخ تو کوچه روشن اش، رابطه ها بی غلقش خالی و بی حساب نبود، زندگی قسمت شده بود اندازه دست همه، هرچی که بود مال و منا سهم عالی جناب نبود. دیشب یه خواب خوش دیدم، خوابی که مثل خواب نبود، حقیقی بود ستاره ها خونه‌هاش سراب نبود. هر کی هر جا بود واسه همه اندازه بود، واسه گرسنه ها دیگه آدم دلش کباب نبود، عاشق سینه چاک هنوز چون سر معشوق میذاش، حرفای دل پذیرش فقط کتاب نبود. دیشب یه خواب خوش دیدم، خوابی که مثل خواب نبود، حقیقی بود ستاره هاش رودخونه هاش سراب نبود، رودخونه هاش سراب نبود. بله رفتم که در این شهر نبینی اثرم را، لبهای ترک خورده و چشمان ترم را، حاجت به رها کردنم از کنج قفس نیست، ای قیچی تقدیر مچین بال و پرم را،
تنها شدم آنقدر که انگار نه انگار با آینه آراستم دور و برم را. فردا چه طلب می کند آن یار که دیروز دل برده و امروز طلب کرده سرم را. من ماهی دریایم و دلتنگ از این تنگ، ای مرگ به تعویق میفکن سفرم را. فرخ حسن بفرمه. الو الو میبخشید، مخواستم با آقای فرخ صحبت کنم. جانم من فرخ هستم، سلام عرض. پشت خط لطفا. پشت خط نیست، من متاسفانه توی استودیو نیستم. اگر امری داشته باشی میتونیم با آقای یاکو بگید. الان روی خط هستیم شما. پشت خط نیست، من متاسفانه توی استودیو نیستم. اگر امری داشته باشی میتونیم با آقای یاکو بگید. تلویزیونتون هم باش ببند. میخوایم با آقای یاکو صحبت کنیم. یا کجا؟ خط رو بگیریم، شماره شو بگیریم. الو گوشی دستتون باشه با آقای دیاکو صحبت کنین. دیاکو جان اگه خط دیگه داریم تلفن خانم محترم بگیرین، من بعدم بهشون زنگ میزنم. الو میگه رسم خوبها همین است. اینا که خوبن رسمشون اینه. حرف آمدنشان شادت میکنن. دیدین یکی که دوست دارین آدم خوبیه، همی که حس میکنین میخواد بیاد پلوتون یا داری میاد، همین حرف زدنم خوشحالتون میکنه. و ماندنشان با دلت چنان میکند که هنوز نرفته دل تنگشان میشدین. هنوز پلوتونه ولی اینقدر دوستشون دارین که دلتون تنگه، میگین نکنه این به اصطلاح موقع رفتن زود برسه. درسته. فرخ قسم بفرمایید. آقای فرخ. آقا جان. آقای فرخ، کریمی پور هستم از اروین اورنج کانتی. سلام عرض میکنم. جانم آقای کریمی پور، جون دلم. یه مسئله ای که برام پیش اومده عرض میکنم تا دیگران مواظب باشن این کلا سرشون نره. جونم. یه خانم به عنوان پرستار سالمندان آمد. فقط خواهش میکنم آقای کریم‌پور اسم نبرین، خواهش میکنم. اسم نمیارم، اسم نمیارم. نه اسمی از جا، نه اسمی از کس. اومد من کمک کنه، در یه فرصتی از غفلت من سوء استفاده کرد، از کریدیت کارتای من که روی میز بوده برداشته، در غیاب من رفته تو شهری دیگه، توی خونه دیگه، آدرس دیگه، دو تا بانک رو اقفال کرده، 18,000 دلار ازشون میگیره از اعتبار من. وقتی به من اطلاع دادن متوجه شدم این خانم کیه، آدرسش کجاست، بهشون دادم و فعلا تحت نظر پلیس و بله همون بهترین کار اینه که باش به پلیس خبر بدیم، بهترینش همونه. آقای کریمی پورم از اروان به دنبال سرگرد مقدم هاشمی میگردن. اگه کسی از جناب سرگرد مقدم هاشمی اطلاع داره، جناب آقای کریم‌پور در اروان کدوم باشه؟ حواسشون جمع کنه، به کسی، به همه کسی اعتماد نکنید. کسی که میان براتون کار میکنن به همشون اعتماد نکنن، بعضی هاشون حرفه‌ای کلا بردارن. همینطوره، همینطوره. قربونت برم، مرسی جناب کریم. خدا حافظ. آقا بذاری من قبل از اینکه برنامه تموم بشه بذاری این دعامه بخونم براتون. من اینجا شدم دعاخون. دعاهای من اینطوریه عزیزان، یک بار دیگه هم میگم دعای من فارسیه، ایرانیه، افتخار میکنم که ایرانی هستم. کردای ما ایرانی هن، ترکای ما ایرانی هن، عربای ما ایرانی هن، تمام اینا ایرانی هن. اگر میبینیم ترکی صحبت میکنن ترک زبان هن ولی اصلیت ایرانی هن. فرخ حسن بفرمایید. الو دیاکو جان تلفن داری؟ من هستم جانم. الو جانم بفرمایی خواهش میکنم. الو بفرمایی با آقای فرخ. من فرخ هستم جانم. تلویزیونتون رو ببندین، با تلفن فقط صحبت بکنین، خواهش میکنم. بفرمایی من فرخ هستم. الو فرخ. من یه پیش دارم
من یه پسرم برای خامنه منه بیشون ما که این حدیثون هستیم دیاکو جا اینو من صدا نمیاد خطشون بکنی صدا متاسفانه نمیاد برایت یک بغل گندم دلی خوشنود از مردم برایت یک بغل مریم که مست میشود هر دم برایت قدرت آرش که دشمن را زند آتش برایت سفره ساده حلال و پاک و آماده برایت یک بغل احساس دو بیتی های اتریاس برایت هر چه خوبی هست صمیمانه دعا کرد. خیلی خوب. دیاکو جان تموم شد وقت ما؟ خیلی. عزیزانم برنامه ما تموم شد. امیدوارم که نمیدونم یک قدم مثبت برداشته باشیم. در هر صورت اینجا هستیم که بتونیم به شما یه خدمت بکنیم. از آقای شهرام همایون، آقای باقری، آقای جورج، از آقای پهلوان عزیزم از همه تشکر میکنم. بخصوص از دیاکو عزیزم. خیلی ممنونم که این محبت رو کرد و اینقدر زحمت کشید. در هر صورت امیدوارم هر کجا که هستین اول سالم باشین، همدیگر رو دوست داشته باشین و خدا رو در قلبتون زنده نگه دارین. عرض به حضورتون از دو تا پسرام، دکتر رضا و دکتر کوروش ترک‌زاده که اسپانسری برنامه هستن ممنونم. در هر صورت عزیزان من، قصه ما به سر رسید اما به آخر نرسید. تا روز دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر خداحافظ. دل سرد نشو که خورشید هم رنگ ماه نمیشه دستای سرد مهتاب هیچ موقع گرم نمیشه پاییز تویی که روزا هم رنگ آسمونه من عاشقانه میگم تا یاد تو بمونه تا یاد تو بمونه کمتر بگو که دستا سهم نوازشم نیست یادت نره که ما هم رنگ آسمون نیست پاییز من تو راه مهتاب نمیشه تکرار قفلت نکن از این شه میرم خدا نگهدار میرم خدا نگهدار And I grew up here in Southern California. We take pride in handling difficult cases. Individuals or families who've lost a loved one really need somewhere to go, and in most instances, they have no one else to go to for help. We take pride in taking those cases because no matter how wealthy the corporation, no matter how big the insurance company, no matter how many lawyers the defense hires, we will make sure that we do everything it takes to protect individuals and families who otherwise wouldn't have the ability to go up against multi-million-dollar, multi-billion-dollar Our goal is really to even the playing field. You have a team of attorneys representing you come from many different backgrounds who are recognized nationally, who have been published, who have won awards based upon results. And that's what you get